میخوام بهتون بگم واریز چیه، چطوری ایجاد میشه و راهکارهای رفعش به سادگی و خونگی البته به چه صورت هست. نکاتی که میخوام بهتون بگم بسیار کاربردیه، در حفظ سلامتتون بسیار نقش داره، پس حتما برای دیگرون هم ارسال بکنید. ببینید، واریز قاعدتا به عنوان تخریب دریچه های لانه کبودی وریدها به حساب میاد، اما از دیدگاه حکمای ما و در سبک زندگی سالم واریز به منزله یک بیماری امتلاعی است، یعنی پرشدگی که در تنوره بدن، یعنی سر و اندام اصلی بدن به غیر از دست ها و پاها، وقتی که پرشدگی و امتلاع در به خصوص در کبد ایجاد میشه و یا کلیه نمیتونه مواد دفعی و کامل دفع کنه، واریز میتونه ایجاد بشه. برای همین هم هستش که چون طبیعت بدن و فیزیولوژی بدن میخواد اون ماده دفعی و به قول حکما اون فضلات رو از خودش دور بکنه، میریزشون خارج از تنوره و میریزشون داخل پاها، خیلی دورشون میکنه از بدن. همین جای نکته رو بدونید، اگر شما واریز رو ماساژ بدید، مرحوم حکیم ارزانی میفرمایند، همینجا در کتاب طب اکبری میفرمایند میتونید عامل بیماری‌های جدیدتری رو برای خودتون فراهم بکنید. پس ماساژش ندید واریز رو که بخواد با ماساژ برطرفش بکنید. حتی استفاده از جوراب واریز هم خیلی توصیه نمیشه، چون سبب بیماری جای دیگه ایره و در حقیقت کبد داره بیماری رو از خودش دور میکنه. شما وقتی که جوراب واریز استفاده میکنید میگید که خب تو رو خدا دیگه این ماده فضلیه رو داخل من نریز. راهکار اصلی تر برای رفع واریز مواردی هستش که جلوتر خدمتون عرض میکنم، اما قبلش میخوام بهتون بگم که چه کارهایی انجام بدیم که اصلا واریز به سراغمون نیاد. یک، اینکه سعی بکنید زیاد نایستید. اگر شغلتون مثل معلم‌های عزیز، اساتید دانشگاه بزرگوار، پزشکان و پرستاران عزیز ما که مجبور هستن ساعت‌های طولانی رو بایستن، اگر شغلتون ایجاب می‌کنه، حتماً و حتماً هر چند دقیقه ورزش پا داشته باشید، یعنی پاهاتون رو حرکت بدید و به طور متناوب یک جا نایستید. و یا اگرم از ورزش استفاده میکنید، ورزشی انجام بدید که خیلی سنگین نباشه که به بدنتون فشار وارد بکنه و هضم کبدیتون رو دچار اختلال بکنه. استفاده از لباسهای خیلی تنگ و شلوارهای تنگ میتونه خوندسانی رو در عضو ضعیف بکنه و در دراز مدت مستعد واریز بشه. اگر شما از فلفل، سیر، زنجبیل بدون نظر متخصص و فقط با دیدن چند تا کلیپ دارید به طور متناوب استفاده میکنید، خب قاعدتا باید منتظر باشید که کبدتون اختلالی درش ایجاد بشه و در دراز مدت قطعا واریز بیاد به سراغتون. پس تدابیر سبک زندگی رو رعایت بکنید. اون مواردی که در پیج داریم به شما آموزش میدیم، چه در اینستاگرام چه در یوتیوب به طور کامل داریم به شما آموزش میدیم، اینها رو رعایت بکنید. رعایت تدابیر سبک زندگی سالم هم در پیشگیری از ابتلا به واریز بسیار به شما کمک میکنه. اگر اهل سیگار و قلیان هستید، خودتون که میدونید که اگر اهل سیگار و قلیان هستید خودتون میدونید که چطور میتونه باعث غلظت خون، آسیب بلیه و حتی واریز بشه. خواهشمون اینه که تا اونجایی که میتونید آرام آرام ترکشون بکنید. فست فود ها، استفاده زیاد از سرخ کردنی ها، استفاده متناوب و روزانه و اعتیاد زیاد به قهوه، شکلات، نسکافه، اینها باعث بالا رفتن غلظت خون و از دیدگاه حکمای ما بروز امراض امتلاعیه و قطعا باعث ایجاد واریز هستند. ضمن اینی که بیماری های متعددی هم میتونن براتون ایجاد بکنن. پس اینها رو تا میتونید توی زندگیتون کمتر ازشون استفاده بکنید. یک موضوع دیگه ای که فرهنگ شده و خیلی ما داریم
یک موضوع دیگه ای که فرهنگ شده و خیلی آمون داریم به عنوان حتی جایگزین گوشت ازش استفاده میکنیم قارچ هست. قارچ در منابع اصیل ما در قرون متمادی حکما فرمودن که نباید استفاده بشه، مقطعی فقط میشه به عنوان یک دارو ازش استفاده کرد. خب اینها عوامل پیشگیری از واریس بودن. برای رفع واریس من چه کارهایی میتونم انجام بدم؟ یک راهکار ساده، شما به مدت 40 الی 50 روز 2 قاشق غذاخوری خاکشیر به علاوه آب جوش، اگر وزنت کمتره میتونی از 1 قاشق غذاخوری خاکشیر بهره ببری، صبح ناشتا به علاوه آب جوش ازش استفاده بکن. دوم، اگر وزنت هم بالاست و دچار واریس شدی، من به توصیه میکنم از رژیم دوم اگر وزنت هم بالاست و دچار واریس شدی من به توصیه میکنم از رژیم آش آبکوره استفاده بکنی. آش جویی که داخلش مقداری آلو باشه به علاوه آبکوره به علاوه سبزی گشنیز. این آش به علاوه نخود زیاد که البته بیشترین حبوباتی که استفاده میکنی نخود باشه، این آش خیلی به شما کمک میکنه در پاکسازی و البته رفع واریس پاتون. اگر که واریس پاتون خیلی شدید شده و حتی به عروق اصلی پا کشیده شده، تحت نظر متخصص حتما و حتما از شربت سودابر استفاده بکنید. و یا راهکار سادش اینه، ماء‌الجبن افتیمونی رو به مدت 14 روز صبح ناشتا طبق دستور ازش استفاده بکنید، در رفع واریس های ریز پا خیلی بهتون میتونه کمک کننده باشه.